مردی که بهش تهمت بچه بازی میزن و هر کاری میکنه تا ثابت کنه که بیگناهه. گلاسیا سلام. امروز میخوام فیلم The Hunt یا شکار محصول 2012 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های خیلی خفن کشور دانمارک حساب میشه و بازی مد میکلسن یا همون بازیگر نقش اول سریال هانیبال اونم فوق‌العاده است توی فیلم. این فیلم میخواد در مورد تأثیرات اجتماع، دروغ گفتن و شایع پراکنی تو زندگی آدم‌ها صحبت کنه. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کاملش هم باشه. با شروع فیلم به شهر کوچیکی میریم که مردم همه همدیگر رو میشناسن و کلا با هم خوشحالن. چند تا از آدمای میانسال هم دارن با هم بازی میکنن و شرط میذارن که اول کی بپره توی آب و بقیه هم دارن تشویقش میکنن. میریم سراغ شخصیت اصلی فیلممون، یعنی لوکاس، یه مربی مهد کودک که خیلی هم با بچهای مهد کودک رابطه صمیمی داره. مدام حواسش بهشون هست، حتی وقتی میخوان برن دستشویی و میترسن کنارشون وایمیسه. با پایان روزم لوکاس میره که فروشگاه خرید کنه که متوجه یکی دیگه از بچهای مهد کودک، یعنی کلارا میشه. کلارا دختر دوست صمیمی لوکاس، یعنی تئو، و برای همینم هم تصمیم میگیره که اونو به خونه برسونه چون خیلی منتظر مونده. وقتی که میرسن هم تئو با خوشحالی اش استقبال میکنه و میگه مرسی که دخترمو آوردی. همسر تئو هم داره غذا درست میکنه و خلاصه ناهارم با هم میخورن. یه لحظه هم تلفن لوکاس زنگ میخوره و با عصبانیت جواب میده. میفهمی که دارن همسرش جدا میشن و پسر نوجوانشون مارکوس قراره با یکیشون زندگی کنه. برای همینم هم دعوا دارن که با کدومشون بمونه. اون طرف کلارا هم میبینیم که وایساده و برادرش همراه دوستش میان بالا. دارن توی گوشیشون ویدیوهای داستاندار میبینن و یه رفعه همینطوری شوخی شوخی میان سمت کلارا و نشونش میدن و شروع میکنن به مسخره بازی. هی هم دمو دستگاه یارو رو تو فیلم بهش نشون میدن و میگن نگاه کن مثل چماق رفته بالا. کلارا هم که نمیدونه جریان چیه با نگرانی میشینه رو زمین. روز بعدی میرسه و توی مدرسه میبینین که بچه ها دارن با لوکاس بازی میکنن. کلارا یه رفعه میاد و شوخی شوخی لبای لوکاس رو بوس میکنه. اونم خب به عنوان یه معلم به هم میریزه و به کلارا میگه که این کار درست نیستش. بعدم میگه امروز اتفاق فهمیدم که توی کیفت یه کادو داری و برا من گرفتیش، انگاری هم من خوشت اومده، ولی بهتره که اون کادو رو به یکی از بچهای همکلاسیت بدی تا با اون دوست بشی. من خب سنم بیشتره، زن دارم و خیلی آروم میخواد جمعش کنه. اما کلارا بهش برمیخوره و از اتاق خارج میشه. با پایان روزم دیگه همه رفتن و همچنان کلارا منتظره که مامانش بیاد دنبالش. مدیر مهد کودک رفعه میبینتش و بهش میگه چی شده، چرا اینجا نشستی، انگار ناراحتی. و کلارا رفعه میگه من از لوکاس متنفرم، اون خیلی زشته، تازه یه چیزم داره که مثل چماق رفته هوا، همون حرف که برادرش بهش زده بود. و خب مدیر رفعه شوکه میشه، میفهمه که یه اتفاقی افتاده و حتما لوکاس یه بلایی سر این دختر آورده که همچین حرفی میزنه. یه سر میریم پیش لوکاس که بالاخره با همسرش به توافق میرسن که پسرشون مارکوس بیاد و مدتی با لوکاس زندگی بکنه و خب خیلی این مرد خوشحاله. از طرف دیگه هم با زنی به اسم نادیا که توی مهد کودک کار میکنم ارتباط گرفته و امشب با هم رابطه جنسی برقرار میکنن. وقتی هم که توی خونه لوکاس سگ خودش رو به نادیا نشون میده و میگه این سگ دوست صمیمی منه و همیشه پیشم بوده. روز بعدی داستانای لوکاس شروع میشه. مدیر مدرسه اونو به اتاقش میاره و شروع میکنه به صحبت از اینکه نباید جلوی بچه‌ها یه سری حرفا رو زد، نباید یه سری چیزها رو نشون داد و تقریبا مستقیم میگه که یکی از بچه‌های توی مهد کودک گفته که بهش چیز بدی نشون دادی یا باهاش کاری انجام دادی. خب لوکاس خیلی شوکه شده و نمیدونه چی بگه و مدیر میگه چند روز باید از مدرسه فاصله بگیری، بعدش بهت میگیم که میخوام چی کار کنیم. لوکاس هم به اجبار قبول میکنه و از مهد کودک میره. از طرف دیگه هم یه روانشناس مدرسه میاد و با کمک مدیر شروع به صحبت با کلارا میکنن. میخوان از زیر زبونش بکشن که چه اتفاقی افتاده. وقتی هم که هی به کلارا گیر میدن چی شده و باید حقیقتو بگی، کلارا یه رفعه هی حرفیو میزنه. شاید به خاطر فشاری که روشه یا شاید هم به خاطر نفرتی که از لوکاس پیدا کرده چون دست رد به سینه‌اش زده. یه رفعه میگه که لوکاس منو برد توی یکی از اتاقا و شلوارش در آورد و چیزشو بهم نشون داد. بعدم کلارا اتاق میره و مدیر و روانشناس تصمیم میگیرن که اول به خانواده های بچه ها، بعد به پدر و مادر کلارا و در آخر هم به پلیس خبر بدن تا جریان رو حلش بکنن. جالبه که مدیر یه لحظه میگه که کلارا یه وقتی توهم میزنه و حرفای دروغی میگه، اما خب به نظرم نمیاد که تو همچین قضیه ای هم همچین کاری انجام داده باشه و قطعا حرفش راسته. ساعتی بعد پدر و مادر کلارا همراه برادرش به همینجا میان. مدیر از برادرش میخواد که بره بیرون. خب میدونیم که اگه بود شاید میفهمید جریان چیه و اعتراف میکرد به خاطر حرفای خودش بوده، ولی به هر حال میره بیرون و مدیر هم به پدر و مادر میگه که یه اتفاقی برای کلارا افتاده و احتمالاً یه آسیب جسمی یا جنسی دیده. اونام خیلی به هم میریزن و میریم به سکانس بعد که چند روزی گذشته و حالا پدر و مادر همه بچه ها به مدرسه میان و مدیر اونا رو در جریان قرار بده که چه اتفاقی افتاده و لوکاس دیگه قرار نیست اینجا کار کنه.
بعدم ازشون میخوان که از همه بچه‌ها سوال جواب کنن، بلکه بفهمن لوکاس با کسی دیگه این کارو انجام داده یا نه. امشب لوکاس توی خونه‌شون دراز کشیده که پسرش مارکوس بهش زنگ میزنه. با ناراحتی میگه که خبر در مورد کارهایی که کردی تو تمام شهر پیچیده. مامان دیگه نمیذاره بیام پیشت و دیگه نمیتونیم همو ببینیم. لوکاس خیلی عصبانی شده و به هم ریخته، چون فقط به خاطر یه تهمت زندگیش داره نابود میشه. نادیا امشب کنارش دراز کشیده و با دیدن ناراحتی لوکاس میپرسه چی شده که اونم همه چی رو تعریف میکنه. خب نادیا هم به خاطر شناختی که لوکاس داره میگه قطعا ثابت میشه بیگناهی و فقط میخنده به این قضیه، اما مشخصه که لوکاس خیلی عصبش داغونه. صبح بعدی لوکاس با عصبانیت به مهد کودک میره و با مدیر جر و بحث میکنه. میگه چرا در موردم این تهمت‌ها رو پخش کردید؟ من هیچ کاری نکردم. ولی خب مدیر حرفاشو باور نمیکنه. میگه کلارا همه چی رو بهمون گفت و مطمئنیم که همچین کاری انجام دادی. این اولین باره که لوکاس فهمیده تهمت‌ها همه از کلارا شروع شد و با عصبانیت به خونه دوست صمیمیش تئو میره تا با دخترش کلارا صحبت کنه. تئو با دیدن لوکاس یه نفرت عجیبی توی چشمش و به هر حال به خاطر حرمت دوستی قدیمیشون اون رو راه میده داخل. لوکاس درخواست میکنه که با کلارا حرف بزنه، بلکه حقیقت رو ازش بشنوه. ولی خب تئو این اجازه رو نمیده، چون نمیخواد دخترش با این مرد دوباره تنها شه. لوکاس خیلی به هم ریخته است و میگه تو چشمام نگاه کن، به نظرت من واقعا همچین کاری انجام میدم؟ و تئو میگه واقعا نمیدونم چی رو باید قبول کنم. همسر تئو هم سر میرسه و با دیدن لوکاس عصبانی میشه و فریاد میزنه که خونه هم گم شه بیرون. وقتی داره خونه خارج میشه، تئو میاد سمتش و یه دفعه هولش میده سمت دیوار. بهش میگه من نمیدونم این کارو کردی یا نه، ولی اگه بهم ثابت بشه زندت نمیذارم. لوکاس هم میگه که من واقعا همچین کاری نکردم و از خونه میره بیرون. کلالا که این صدای جر و بحث رو شنیده میاد بیرون و بغل مادرش میشینه. بهش میگه لوکاس هیچ کاری انجام نداده بود، من دروغ گفتم. اما مادرش میگه که نه، تو دروغ نگفتی، فقط دلت میخواد فراموش کنی تا از این قضیه زودتر بگذری. من میدونم که واقعا همچین کاری رو کرده و حرف کلارا رو دیگه قبول نمیکنه. یه جلسه هم تو مهد کودک شرکت گرفته و مدیر و افرادی که کار میکنن دارن با هم حرف میزنن. حالا همش مطمئنن لوکاس گناهکاره، چون پدر و مادرهای دیگه گزارش دادن که بچه‌هاشون تعریف کردن این مرد حتی کنار دستشویی هم باهاشون میومده یا چندین بار کلارا رو تنهایی آورده مهد کودک یا از اینجا بردتش. همه کارهای خوبی که لوکاس کرد حالا به نقطه‌هایی برای ضربه زدن بهش تبدیل شدن. یه روز دیگه کسی در خونه لوکاس رو میزنه و با نگرانی بازش میکنه. اون طرف کلارا رو میبینه. کلارا میگه که اومدم سگتون رو ببرم تا بچرخونمش تا ازتون معذرت خواهی کنم، اما خب انگار یکم هم میترسه. لوکاس میگه تو هم حرفو که در موردم میزنن میترسی، مگه خودت چورشون نکردی؟ و کلارا میگه مامانم میگه که شاید ذهنم میخواد فراموش کنه، نمیدونم چه حرفی درسته و چه حرفی نیست. بعدم سریع اونجا دور میشه. حالا نادیا میاد طرف لوکاس و با دیدن حرفای کلارا بهش میگه که اگه واقعا این کارو کردی بگو، بذار با هم در موردش صحبت کنیم. لوکاس که میفهمه حتی دوست دخترش نادیا هم بهش شک داره، عصبانی میشه و اونو از خونه میندازه بیرون. مدت دیگه هم میگذره. لوکاس به یه آدم افسرده تبدیل شده که دیگه هیچ کاری نداره و همه زندگی شده خوردن و خوابیدن. یه روز که از خواب بیدار میشه، کسی در میزنه و پسرش مارکوس رو میبینه. مارکوس پدرشو در آغوش میگیره و میگه من میدونم همه این حرفا دروغه، میدونم تو بیگناهی. بعدم دو تای میان داخل و لوکاس میگه که چند وقته دارن پرونده رو بررسی میکنن و هنوز خبری ندادن که ثابت شده یا نه. منم واقعا هیچ کاری انجام ندادم و نمیدونم چجوری از خودم دفاع بکنم. همه مردم شهرم تردم کردن و حتی تو سوپرمارکت رام نمیدن. مارکوس برای اینکه پدرش کمکی بکنه میره تا بعد سوپرمارکت خریدی انجام بده، ولی صاحب سوپرمارکت با عصبانیت میاد و به مارکوس میگه دستور دادن که نه تو نه پدرتو اینجا راه ندیم، بر همین سری از اینجا خارج شو. وقتی مارکوس به خونه برمیگرده میبینه که چند تا پلیس اومدن و دارن پدرش رو میبرن. لوکاس میاد سمت پسرش و بهش میگه به مادرت زنگ بزن بیاد دنبال تو اینجا نمون، من معلوم نیست که چه بلایی سرم بیاد و کی برگردم. مارکوس خیلی شوکه شده و نمیدونه چی کار کنه و برا همینم تصمیم میگیره که یکم بیشتر در مورد قضیه تحقیق کنه. اول از همه به خونه دوست پدرش تئو میره تا در مورد حرفی که دخترشون کلارا زده سوال بپرسه. اونا خیلی برخورد بدی باهاش دارن و همین که مارکوس کلارا رو میبینه با عصبانیت میره سمتش. حتی سمتش توف میکنه و میگه حقیقتو چرا نمیگی؟ چرا داری زندگی پدرمو نابود میکنی؟ و تئو همسرش هم مارکوس رو میندازن بیرون. اونم تصمیم میگیره به خونه دوست صمیمی پدرش بره که پدر خونده خودش هم حساب میشه. میره اونجا و با هم شروع به صحبت میکنن. دوستای دیگه پدرش هم اونجا. یکیشون میگه که توی پرونده همه چیز علیه لوکاسه. تمام بچه‌ها شهادت مشابهی دارن و میگن که لوکاس ما رو برده تو زیر زمین خونش و با همون کارهای بدی انجام میداده. یه رفیق همشون میزنن زیر خنده و میگن اصلا خونه لوکاس زیر زمین نداره. و
پس قطعاً بیگناهی ثابت میشه. روز بعدی هم تقریبا این اتفاق میفته و به خاطر کمبود مدارک و شواهد لوکاسو میارن دم خونه و آزادش میکنن. پسرش مارکوس هم اونو با خوشحالی در آغوش میگیره و بعد از اینکه یکم تو حیات وقت میگذرونن و سگو میچرخونن دوتای میرن داخل. چند ساعت بعد یه رفعه سنگی به پنجره خونه میخوره و شیشه رو میشکنه. لوکاس با نگرانی میره بیرون و خشکش میزنه. جلوی در یه گونی و توی اون صمیمیترین دوست خودش یعنی سگش رو میبینه که گردنش شکسته. همونجا اشک میریزه و میشینه رو زمین. روز بعدی هم با ناراحتی اونو خاکش میکنه و با عصبانیت سمت فروشگاه محل راه میفته. میخواد برای کریسمس خرید کنه که بازم همه جلوشو میگیرن. لوکاس میگه ثابت چرا من بیگناهم، چرا دست از سرم بر نمیدارید و دعوا میکنه و بعد اینکه کلی کتکش میزنن میرازنش بیرون. امروز یک شنبه است و لوکاس که دیگه رد داده به سمت کلیسای محل میره، جایی که تقریبا همه اعضای محل جمع شدن. همه هم با تحقیر و نفرت نگاهش میکنن و لوکاس تنهایی پشت یه صندلی میشینه. دوست سمیمیش هم با نگاهی بهش به همسرش میگه من واقعا مطمئنم لوکاس بیگناهه، اصلا چشماش معلومه و الان هم همه چیز ثابت شده، نباید انقدر ازش نفرت داشته باشیم. اما همسرش میگه که نه، به این چیز توجه نکن، اون همچین کاری با دخترمون کرده. مراسم شروع میشه و لوکاس از جاش بلند میشه، سمت تو میاد و یه رفعه یقه اونو میگیره. داد میزنه که به چشمام نگاه کن، من واقعا این کار رو انجام دادم، من با دخترت کاری کرده بودم. و همین دعوا انقدر بالا میگیره که مردم جداشو میکنن و لوکاسو میندازن بیرون. آخر شبم تئو و همسرش و کلارا به خونه برمیگردن. کلارا داره میخوابه که پدرش میره چراغو خاموش کنه و کلارا به خاطر خستگیش همه چی رو تار میبینه. فکر میکنه کسی که اومده تو اتاق معلم قدیمیش یعنی لوکاسه. یه دفعه میگه ببخشید که اون تهمت زدم، من واقعا نمیدونستم که اینطوری میشه و فقط میخواستم که بیشتر من خوشت بیاد، الکی این حرف رو زده بودم. تو با شنیدن این حرفا انگاری یه نفس راحت بکشه و بالاخره حالش خوب میشه. سریع ساندویچ درست میکنه و به سمت خونه دوستش لوکاس راه میفته. میره داخل و کنارش میشینه و شروع به صحبت میکنه. تئو میگه که ببخشید اگه بهت شک کردم، من نمیدونستم که دخترم همه چیو الکی خودش درآورده و قول میدم همه چیو درست بکنم. میریم به یک سال بعد. لوکاس همراه پسرش مارکوس و دوست دخترش نادیا از ماشین پیاده میشن. این تقریبا همه چیز حل شده و همشون هم خوشحالن. دوستای لوکاس هم با استقبال گرمی ازش پذیرایی میکنن و مشخصه که دوباره اعتمادشون بهش برگشته. امروز تولد پسر لوکاس یعنی مارکوس و یه دونه تفنگ شکاری کادو میگیره. بعد پایان جشن هم همراه لوکاس میرن تا برای اولین بار شکار کنن و لوکاس هم اسلحه خودش رو آورده. وقتی هم جدا میشن یه دفعه یه نفر نزدیک لوکاس شلیک میکنه. با وحشت اطرافش رو نگاه میکنه و یه غریبه رو میبینه که اسلحه رو سمتش نشونه گرفته. گلوله دومم آماده کرده، ولی قبل از اینکه شلیک کنه لوکاس میبینتش و برای همین هم سری پا به فرار میذاره. لوکاس وحشت زده است و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. خیلی جالبه، سکانس آخر فیلم یه صحنه شکاره که پسر و پدر با هم دارن میرن و اسم فیلممون هم دی هانت یا همون شکاره. یعنی ما از اول داریم افرادی رو میبینیم که دنبال شکار یه همچین آدمی هن که بهش تهمت بچه بازی زدن و در آخر هم واقعا میان میخوان شکارش کنن. سکانس آخر فیلم میگه که اگر همچین تهمتی بهت زده بشه، بعدش هر چقدر تلاش کنی، هر چقدر به این درون در بزنی تا ثابت کنی که بیگناهی، بازم نتیجه نداره. یه سری هستن که حرف تو رو باور نمیکنن. البته خب این قضیه میتونه یه بخشش هم خوب باشه، به خاطر اینکه هستن افرادی که واقعا همچین کارهایی رو انجام میدن و در نهایت گناهکاریشون ثابت نمیشه. اینجا دیگه مردمن که باید حواسشون به اون طرف باشه. اگر که مطمئنن همچین کاری کرده و فقط پلیس تونسته ثابتش کنه، از محل طردش بکنن، بندازنش بیرون و کاری کنن که کلا دیگه نتونه همچین کاری رو انجام بده. خب توی این فیلم هم روی دیگه قضیه رو دیدیم. همونطوری که اول گفتم یه آدم بیگناه که فقط بهش تهمت زده شده بود. فکر نمی‌کنم نیاز به گفتن باشه و قطعا همتون حداقل یه بار تجربهش کردید. تهمت واقعا چیز افتضاحیه. یه جمله، یه کلمه خیلی ساده ممکنه دیدگاه صدها آدم رو در مورد تو تغییر بده و آخرش هم کاری کنی که کلن از مرتبه و جایی که بهش رسیدی سقوط کنی و با کله بخوری زمین. فقط به خاطر اینکه یه نفر شاید هیتر بوده، شاید نخواسته تو موفقیت برسی، یا شاید به خاطر یه سوء تفاهم در مورد حرفی زده. لطفاً حواستون رو بیشتر جمع کنید، چون ممکنه که تهمت شما زندگی یه نفر رو به فنا بده. دیگه همین، مراقب خودتون باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.